درود بر شما. با 180 ثانیه سه‌شنبه 11 مرداد ماه ما رو همراهی کنید. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه نظام اسلامی اعلام کرد این کشور تصمیم گرفته تا در واکنش به تحریم‌های اخیر آمریکا اقدام به گازدهی صدها سانتریفیوژ نسل جدید مراکز هسته‌ای خود کند. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نوشت سانتریفیوژ هایی که ایران به تازگی اعلام کرد با آنها گازدهی کرده از نوع IR1 و IR6 هستند که پیشتر در مجتمع احمدی روشن نصب و برای اجرای عملیات آماده شده بودند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید طالبان با پناه دادن به ایمن الزواهری در کابل توافقنامه دو طرفه را نقض کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی در کاخ سفید اعلام کرد این کشور الزواهری رهبر القاعده را در عملیاتی کشته. ساعتی پیش از اعلام آقای بایدن، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به کابل را به عنوان نقض اصول بین المللی دانست و محکوم کرد. خبرگزاری های داخلی به نقل از سازمان هواشناسی ایران از تداوم باران های موسمی در 14 استان کشور خبر دادند. این سازمان همچنین با اشاره به اینکه ایران از روز شنبه آینده شاهد سامانه بارشی جدید خواهد بود، در مورد طغیان آب رودخانه ها هشدار داده است. این سازمان همچنین مردم را به اجتناب از تردد و اسکان در حاشیه و بستر رودخانه های فصلی، عدم جابجایی عشایر کوچ رو، عدم صعود به ارتفاعات و عدم قرار گرفتن در مسیلها توصیه کرده است. اسرائیل پس از هشدار درباره افزایش فعالیت‌های دریایی جمهوری اسلامی یک رزمایش را در دریای سرخ آغاز کرده است. این رزمایش با حضور مشترک نیروهای دریایی آمریکا و اسرائیل روز دوشنبه آغاز شده و 4 روز نیز ادامه خواهد داشت. تحسن طرفداران صدر در پارلمان عراق همچنان ادامه دارد. صالح محمد العراقی ملقب به وزیر صدر از تظاهرکنندگان خواست به خانه های خود بازگردند و به اعتراضات در استانهای مختلف پایان دهند. چارچوب هماهنگی شیعیان همچنین از حامیان خود خواسته تا از حضور در مجاورت منطقه سبز عقب نشینی کنند. فرماندهی عملیات بغداد پس از گذشت 4 روز از هجوم هواداران جنبش صدر به ساختمان پارلمان عراق و برپا کردن تحصن علنی در آن امروز پایان حالت آماده باش حداکثری برای نیروهای امنیتی پایتخت را اعلام کرد. روز گذشته حامیان چارچوب هماهنگی شیعیان مخالف با صدر در مقابل دروازه جنوبی منطقه سبز بغداد تظاهراتی برگزار، اما پس از ساعاتی محل تجمع را ترک کردند.